سلام و ادب خدمت شما شاگردان عزیز، امیدوارم که جور باشین و صحتمند. فصل چهارم کیمیای صنف نهم به آخر رسید. امروز می‌خواهیم که سوال‌های مربوط به این فصل را با هم یک جای کار کنیم. قبل از اینکه سوال‌ها را با هم کار کنیم، خلاصه‌ای از فصل چهارم را با هم یک جای مرور می‌کنیم. نمبر ارتباطی برنامه 2964-780-255-13 است که از یاد نبرید و با ما در فضای مجازی ارتباط بگیرید. و اما خلاصه فصل چهارم. در فصل چهارم ما شما چه نکات را یاد گرفتیم؟ در فصل چهارم ما شما با الکان‌ها آشنا شدیم که هیدروکربن‌های مشبوع است، یعنی رابطه ما بین اتم‌های کربن یک رابطه یگانه است که تعاملات تعویضی را انجام می‌دهد. همچنان یاد گرفتیم که هیدروکربن‌های غیر مشبوع مانند الکین‌ها و الکاین‌ها که به ترتیب رابطه ما بین اتم‌های کربن یک رابطه دوگانه و سه‌گانه است، تعاملات جمعی را بیشتر انجام می‌دهد. با عملیه اکسیدیشن آشنا شدید که در عملیه اکسیدیشن یا تحمض مواد کیمیاوی با اکسیژن وارد تعامل می‌شود یا که الکترون خود را از دست می‌دهد. این دو ویژگی را اگر داشته باشد در تعاملات کیمیاوی باعث می شود که عملیه اکسیدیشن یا تحمض رخ دهد. با عملیه هیدریشن شاگردان عزیز شما در درس آشنا شدید که وقتی یک مولکول آب بالای یک مرکب عضوی نصب می شود عملیه هیدریشن رخ می دهد. همچنان با عملیه پلیمرایزیشن آشنا شدید که اگر چند مولکول در یک مرکب عضوی با هم یک جای شود تحت شرایط خاص از جمله فشار، حرارت و کاتالیست باعث می شود که یک مرکب جدید تشکیل شود که به این عملیه پلیمرایزیشن نیز گفته می شود. همچنان با تعاملات جمعی آشنا شدید و برای شما یادآوری شد که وقتی دو یا چندین مولکول از مرکبات یا اتم‌های عناصر با هم یک جای می‌شد، مولکول جدید را تشکیل می‌داد که این عملیه را به نام عملیه تعاملات جمعی یاد می‌کردیم. خب خلاصه نکاتی که در این درس ما و شما با هم کار کردیم را یادآوری کردیم. در ادامه می‌خواهیم که سوال‌های مربوط به این فصل را با هم یک جای کار کنیم. با حل سوال‌های فصل با ما همراه باشید. بخش اول سوال‌های شما سوال‌های چهار جواب است. هر یک از سوال‌های زیر چهار جواب دارد. جواب درست را مشخص کنید. سوال اول، اگر یک ماده عضوی بسوزد از آن کدام مرکبات زیر به دست می آید؟ الف آب، ب کربن دی اکساید، ج آب و کربن دی اکساید و د هیچ کدام.
خب ما به عنوان نکته در متن درس یاد گرفتیم هر ماده کیمیاوی، هر ماده عضوی که عملیه احتراق را انجام دهد یا به عبارتی بسوزد باعث می شود که آب و کربن دای اکساید را تولید کند که از دو جمله مرکبات است که به طور حتم خارج می شود از تعامل کیمیایی و تولید می شود. پس جواب صحیح می شود گزینه جیم، آب و کربن دای اکساید. سوال دوم، تعامل دی هایدریشن معکوس کدام تعامل زیر است؛ الف احتراق، ب تعامل تعویضی، جیم هایدرولیز، دال هایدریشن. شما باید بدانید که معنای دی هایدریشن به چی معناست، این کلمه چی معنی را می دهد. دی هایدریشن را در متن درس یاد گرفتین که در عملیه دی هایدریشن به معنای کم آب شدن بود، یعنی در تعاملات کیمیاوی باعث می شد که یک مولکول آب از تعامل خارج شود. در مثال هایی که در گزینه های الف به جیم دال زده شده است، تعامل هایدریشن را می بینید که در تعامل هایدریشن اگر یادتان باشد در متن درس یاد گرفتین که در این عملیه باعث می شد که مولکول آب، یک مولکول آب بر روی مرکب عضوی نصب شود. و پس بنابراین شما با هم مقایسه کنید میبینید که عملیه دی هایدریشن درست برعکس عملیه هایدریشن میباشد. پس جواب صحیح میشود گزینه دال هایدریشن. سوال سوم، از تعامل میتان با چهار مولکول کلورین در موجودیت نور کدام یک از مرکبات زیر حاصل میشود؟ الف CHCl3، ب CCl4، جیم CH2Cl2 و دال CH3Cl. خب برای اینکه شما به دست بیارین که از تعامل میتان با چهار مولکول کلورین چه مرکبی حاصل می شود، باید فرمول کیمیاوی آن، تعامل کیمیاوی آن را بلد باشین و نوشته کنید. با هم یک جای تعاملات کیمیاوی آن را برای تخته‌سیاه نوشته می کنیم و ببینیم که چه محصولاتی تولید می شود. خب گفته شده از تعامل میتان با چهار تا مولکول کلورین. میتان را می دانید که دارای فرمول مولکولی CH4 می باشد. گفته اگر میتان تعامل کند با چهار تا مولکول کلورین، یعنی در چهار مرحله شاگردان، 1، 2، 3 و 4، طی چهار مرحله مولکول کلورین اضافه شود به مولکول میتان و ببینید که چه محصولی تولید میشه. مرحله اول مولکول CH4 داریم که با یک تا مولکول کلورین که به این صورت نوشته میکنیم سیل رابطه سیل یا Cl2 وارد تعامل میشود، چه محصول را برای ما تولید میکند. خوب دقت کنید که CH4 یک تا از مولکول های کلورین جایگزین یک تا اتم های هیدروژن می شود در CH4. فرمول چی می شود؟ CH3Cl. درست است؟ CH3Cl. خب یک تا اتم هیدروژن که از تعامل خارج می شود و جایش یک تا اتم کلورین قرار گرفته و جایگزین شده است، و یک تا اتم هیدروژن با Cl وارد تعامل می شود و HCl را برای ما تولید می کند. خب چون گفته که چهار تا مولکول کلورین باید به آن علاوه شود و در آخر چه محصول تولید می شود، پس ما باید طی چهار مرحله مولکول کلورین را علاوه کنیم به آخرین مرکبی که تولید شده است. مرحله اول که قسمی انجام شد، در مرحله دوم مولکول CH3Cl با آن یک تا مولکول کلورین علاوه می شود. باز هم مطابق مرحله اول یک تا اتم کلورین جایگزین یک تا اتم هیدروژن در CH3Cl می شود. مولکول می شود چی؟ CH2Cl2. یک تا مولکول کلورین به آن علاوه شد.
خب اتم هیدروژنی که از تعامل خارج شده است با Cl باقی مانده تعامل میکند و HCl رو برای ما تولید میکند. خب در مرحله بعد باز CH2Cl2 با آن یک مولکول کلورین علاوه می شود. CH2Cl2 وارد تعامل می شود با یک مولکول کلورین. باز هم مولکول کلورین جایگزین یک تا اتم هیدروژن می شود در فرمول مولکولی CH2Cl2. مرکبی که حاصل می شود CHCl3. اتم هیدروژنی که از تعامل خارج است با یک تا اتم کلورین باقی مانده وارد تعامل می شود و HCl را تولید می کند. خب CHCl3 که در مرحله سوم تولید شده است باز یک تا مولکول کلورین با آن علاوه می شود. در اینجا هم اتم کلورین جایگزین یک تا اتم هیدروژن در CHCl3 می شود و مرکب جدیدی که تشکیل می شود CCl4 و اتم هیدروژنی که از تعامل خارج شد با یک تا اتم کلورینی که باقی مانده است وارد تعامل می شود و HCl رو تولید میکند. در مرحله چهارم که آخرین مرحله می باشد مرکبی که تشکیل می شود CCl4 است. پس به داخل گزینه ها شما باید بگردین به دنبال مرکب CCl4 که طی چهار مرحله با علاوه نمودن مولکول با علاوه نمودن چهار مولکول کلورین این مرکب بعد از آمد. خب گزینه B که CCl4 است جواب صحیح می باشد. پس گزینه B و دوران حلقه می کشید که جواب صحیح است. رسیدیم به سوال های صحیح و غلط. گفته شده جمله های زیر را با دقت بخوانید و جمله های صحیح را با حرف صاد و جمله های غلط را با حرف غین نشانی کنید. اولین سوال صحیح و غلط شما. الکان ها تعاملات جمعی را انجام می دهد. خب با توجه به ساختاری که الکان ها دارد شاگردها که رابطه ما بین اتم های کربن یک رابطه یگانه است بنابراین بیشتر تعاملات تعویضی را انجام می دهد نه تعاملات جمعی را. پس در جمله که گفته شده است الکان ها تعاملات جمعی را انجام می دهد جمله غلط هست و با داخل قوس حرف غین را نوشته می کنید. سوال پنجم، بر اثر سوختن بنزین کربن دای اکساید، آب و انرژی حاصل می شود. خب بنزین از جمله مرکبات عضوی است. در شما یاد گرفتین که هر وقت یک ماده کیمیاوی یا ماده عضوی باعث می شود که بر اثر سوختن یا احتراق مرکبات رو که تولید می کند کربن دای اکساید، آب و انرژی است. پس جمله صحیح است و داخل قوس حرف صاد را باید نوشته کنید. سوال ششم، صابون نمک کلسیمی تیزابهای عضوی است. شما با ساختار صابون ها آشنا شده. صابون ها از جمله مرکباتی بود که نمک سدیم یا پتاسیم تیزابهای شحمی بود. پس در اینجا جمله که گفته شده نمک کلسیمی تیزابهای عضوی جمله غلط هست. به داخل قوس حرف غین را باید نوشته کنید. سوال هفتم، از اکسیدیشن هیدروکاربون ها مشتقات اکسیژن دار آنها تولید می شود. خب هیدروکاربون ها وقتی با اکسیژن هوا وارد تعامل می شود قطعا مشتقات اکسیژن دار را تولید می کند. پس جمله صحیح است و داخل قوس حرف صاد را نوشته می کنید. سوال هشتم، اگر استیلین هیدروجنیشن شود ایتیلین حاصل می شود.
در عملیه هایدروژنیشن اگر یادتان باشد مولکول هایدروژن باعث میشد که علاوه شود به مرکب عضوی. برای اینکه ببینید که اتیلن حاصل میشود یا که نه باید معادله کیمیاوی آن را نوشته کنیم. خب استیلین شاگردان عزیز دارای فرمول مولکولی قسمی بود که رابطه ما بین اتم کربن، دو اتم کربن یک رابطه سگانه بود که از دو طرف با اتم های هیدروژن اتصال داشت. خب گفته اگر استیلین هیدروژنیشن شود یعنی مولکول هیدروژن با آن علاوه شود باعث تولید چه محصولی می شود؟ خوب دقت کنید. شما یاد گرفتید در تعامل هیدروژنیشن وقتی که مولکول هیدروژن به یک الکاین علاوه می شود باعث می شود که یک تا از رابطه های سگانه حذف شود و به جای آن بر روی دو اتم کربن اتم های هیدروژن قرار بگیرد و الکاین تبدیل شود به الکین. رابطه ما بین اتم های کربن یک رابطه دوگانه شود. پس فرمول می شود به این صورت. CH دو رابطه CH که بر روی دو اتم کربن اتم های هیدروژن به این صورت قرار گرفت. ساختاری که با وجود آمده شاگردان عزیز C2H4 است که رابطه ما بین دو اتم کربن یک رابطه دوگانه است. نام یک الکین است با دو اتم کربن که اتیلین است. پس در اثر هیدروژنیشن استیلین مرکب اتیلین حاصل می شود. جمله که گفته اگر استیلین هیدروژنیشن شود اتیلین حاصل می شود. جمله کاملا صحیح است و با هم به دست آوردیم. تعامل کیمیایی آن را نوشته کردیم. پس به داخل قوس باید حرف صاد را نوشته کنید. بخش بعدی سوال‌های شما گفته شده است معادلات زر را تکمیل کنید. خب برای شما چندین معادله کیمیاوی داده شده است شاگردها که معادله های کیمیاوی را بر روی تخته‌سیاه نوشته می‌کنم و با هم یک جای کار می‌کنیم که چه محصولاتی تولید می‌شود.
خب با معادله های کیمیاوی که در این قسمت برای شما نوشته شده است، شاگردا خوب دقت کنید که چه قسمی تعاملات انجام بشه و چه محصولاتی تولید میشه. با معادله اول دقت کنید، 6 تا CO2 جمع 6 تا H2O تعامل دادن کربن دی اکساید و آب. این معادله برای شما کاملا آشنا است، معادله عملیه فتوسنتز است. در عملیه فتوسنتز وقتی کربن دی اکساید از هوا و آب از ریشه ها جذب میشد، باعث تولید کربوهیدرات یا گلوکوز میشد با فرمول مولکولی C6H12O6. جمع 6 تا هم مولکول اکسیژن تولید میشد. پس معادله اول رو، محصولاتی که به دست آمد رو با هم نوشته کردیم. در معادله دوم دقت کنید، مرکبی داریم به این صورت C6H5COOH جمع NaOH. در این قسمی تعاملات که صابون ها با وجود میاد و تشکیل میشود، تعامل قسمی انجام میشد که یک تا اتم هیدروژن از این مرکب و یک تام گروپ هیدروکسیل از مرکب NaOH با هم وارد تعامل میشد. H با OH به صورت H2O یا مولکول آب از تعامل خارج میشد و از جایی که اتم های هیدروژن و گروپ هیدروکسیل جدا شده است، باقی مانده مولکول با هم وارد تعامل میشود و مرکب جدید رو تولید میکنند. پس مرکب ما چی میشه؟ C6H5COO. در اینجا اتم هیدروژن جدا شده است، به جایش اتم سدیم جایگزین می شود. جمع اتم هیدروژن با OH به صورت مولکول آب از تعامل خارج می شود. مرکبی به این صورت ساختار یک صابون رو برای ما نشان می دهد. مرکب سوم رو، تعامل سوم رو دقت کنید. CH3COOH جمع R رابطه OH. خب در این مرکب هم عملیه دیهایدریشن رو نشان می دهد. در عملیه دیهایدریشن اگر یادتان باشد شاگردها، مولکول آب از تعامل خارج می شد. درست است؟ خب یک تا اتم هیدروژن و گروپ هیدروکسیل به صورت H2O از تعامل خارج میشه. از جایی که اتم هیدروژن و گروپ هیدروکسیل جدا شده است، بقایا یا باقی مانده دو مولکول با هم متصل میشه و یک مولکول جدید را تشکیل میدهد. پس فرمول مرکب جدید میشه CH3COO. در این قسمت اتم هیدروژن که خارج شد، رابطه R باقی میماند که R را هم در این قسمت قسمی نوشته میکنیم. CH3COOR ساختار یک استر می باشد. تعامل کیمیاوی یا معادله کیمیاوی چهارم را دقت کنید. مولکول میتان است که با مولکول کلورین وارد تعامل شده است. CH4 جمع Cl2. اگر پیشتر یادتان باشد در سوال قبلی با هم کار کردیم که وقتی مولکول کلورین با CH4 علاوه می شود، یک تا از مولکول های کلورین با جایگزین یک تا اتم هیدروژن می شود و اتم هیدروژن خارج می شود و با مولکول کلورینی که باقی مانده است تعامل می کند. پس CH4 می شود CH3، یک تا اتم کلورین جایگزین یک تا اتم هیدروژن می شود. پس میشه CH3Cl. جمع اتم هیدروژنی که خارج شد با یک تا کلورینی که باقی مانده است به صورت HCl از تعامل خارج میشه. مرکب آخر را دقت کنید، C2H2 جمع O2. خب مرکب C2H2 شاگردان عزیز یک مرکب عضوی است. مرکبات عضوی وقتی که عملیه احتراق یا سوختن را انجام می دهد، مرکباتی که حاصل می شود کربن دی اکساید،
آب و یک مقدار انرژی و حرارت است. پس محصولاتی که تولید می شود CO2 H2O و حرارت یا انرژی است. پس به این ترتیب شاگردان عزیز، این معادلهایی که برایتان نوشته شده است، محصولات مورد نظر آنها قسمی به دست می آید. خب سه معادله دیگه هم هست شاگردان عزیز که سه معادله دیگه رو هم بر روی تخته‌سیا نوشته می کنیم و با هم محصولات مورد نظر رو به دست می آوریم. خب بس این معادله دیگه هم دقت کنید شاگرد ها، چه قسمی محصولات مورد نظر به دست می آید. با معادله اول دقت کنید که یک الکاین است، رابطه ما بین اتم کربن، دو اتم کربن یک رابطه سگانه است. تعامل هایدروجنیشن یا علاوه نمودن مولکول های هایدروژن به یک مرکب عضوی را نشان می دهد. در عملیه هایدروجنیشن شما یاد گرفتید که یک تا از رابطه های سگانه حذف و به جایش بر روی دو اتم کربن دو اتم هیدروژن متصل می شود و باعث می شود که الکاین که رابطه سگانه دارد به یک الکین که رابطه دوگانه دارد تبدیل شود. پس محصول ما چی می شود؟ CH رابطه دوگانه، CH هم که به اینجا قرار گرفته است، دو اتم هیدروژن بر روی دو اتم کربن اتصال پیدا می کند و فرمول می شود C2H4 که اتیلن می باشد، با دو اتم کربن یک الکین است که رابطه ما بین دو اتم کربن یک رابطه دوگانه است. معادله دوم را دقت کنید، CH3 رابطه، CH2 رابطه، CH دو رابطه، CH2 جمع H2. باز هم تعامل هیدروژنیشن یا علاوه نمودن اتم های هیدروژن را بر روی مرکبات عضوی نشان می دهد. باز هم مطابق بالا، فرمول بالا، یک تا از رابطه های دوگانه از بین میرد و بر روی دو اتم کربن دو اتم هیدروژن اتصال پیدا می کند. پس محصول می شود CH سه رابطه CH2 رابطه CH رابطه دوگانه تبدیل شد به رابطه یگانه، در اینجا هم CH2 رو نوشته میکنیم، بر روی دو اتم کربن دو اتم هیدروژن اتصال پیدا کرد. یک اتم هیدروژن در اینجا علاوه شد. خب محصولاتی که به وجود میاد شاگردان عزیز، خب دقت کنین، یک تا از رابطه های دوگانه هست شد، به جای آن دو اتم هیدروژن بعد روی دو اتم کربن علاوه شد. خب اتم های هیدروژن را بر روی اتم های کربن علاوه میکنیم. به این صورت اتم های هیدروژن بر روی دو اتم کربن علاوه شد. خب تعامل سوم را دقت کنید. در تعامل سوم شاگردان عزیز،
مال فرمول سیش سه رابطه سیش دو رابطه سیش دو رابطه سیش دو رابطه سی اچ دو که تعامل پیدا میکند با مولکول آب. خب تعامل یک تعامل هایدروژن است. در تعامل هایدروژن شما یاد گرفتین شاگرد ها که مولکول آب بر روی مرکبات عضوی نصب میشد. خب خوب دقت کنید چه قسمی تعامل انجام میشود. یک تو از رابطه های دوگانه در این قسمت هضم میشود و به جای آن بر روی دو اتم کربن مولکول آب نصب می شود. مولکول آب را شما می دانید که از آیون های OH و H تشکیل شده است. درست است؟ گروپ هایدروکسیل و اتم هایدروژن. بر روی یک تا از اتم ها گروپ هایدروکسیل و بر روی یک تا از اتم ها هم اتم هایدروژن قرار می گیرد و به این صورت مولکول آب بر روی مرکب عضوی نصب می شود. پس فرمول قسمی می شه. CH3 رابطه CH2 رابطه CH2 رابطه CH که بر روی یک تا از اتم های کربن اتم هیدروژن اتصال یافته است. رابطه دوگانه بر رابطه یگانه تبدیل شد. CH2 هم که در مولکول بود و گروپ هیدروکسیل هم بر روی یک تا اتم کربن مجاور در این قسمت اتصال پیدا میکنند. ساختار میشه یک ساختار الکلی که داره گروپ هیدروکسیل است. پس قسمی شما از طریق عملیه های مختلف میتونید که مرکبات مورد نظر را به دست بیارید. خب سوال های فصل شما به آخر رسید شاگردان عزیز. امیدوارم که سوال ها را به درستی حل کرده باشید. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتان باشد.